دوستان عزیز وقتتون بخیر، در نام قدوس عیسی مسیح خدمتتون میام. من کشیش باقستانی هستم و بسیار خوشحالم که میتونیم با هم دیگه بخش دیگه از انجیل یوحنا فصل 6 رو بررسی بکنیم. ما چند هفته است در انجیل یوحنا فصل 6 هستیم و مطالب اینقدر پر بار و پر برکت هستن که حیف هم میاد که خیلی سریع از اونها عبور بکنیم، ولی امروز میریم بخش دیگه از اون رو با هم نگاه میکنیم. باب 6 آیات 43 تا 46 رو نگاه خواهیم کرد و خواهیم آموخت که چگونه رسیدن به خدا تنها از طریق عیسی امکان پذیر هستش، همونطور که در عنوان پشت سر من میبینید. اما ابتدا بیایم کلام رو قرائت کنیم، این چند تا آیه رو بخونیم و در این حال من دعا میکنم که روح القدس از طریق کلام خدا با ما صحبت بکنه. روح القدس که معلم حقیقی کلام خدا هستش، استاد ما هستش و طبیعتاً میخواد کلام برای ما باز بکنم. آیات 43 رو با هم نگاه بکنیم. میگه عیسی در پی اون همهمه‌ای که در واقع یهودیان داشتن که میگفتن چرا او داره میگه من نان آسمانی هستم، من از آسمان آمدم، عیسی در پاسخ گفت با یکدیگر همهمه مکنید. عیسی مخالف همهمه و غر زدن و غیبت هستش، چیزی که اجداد اینها هم در بیابان بارها خطاب به خدا و موسی، آن کسی که اونها رهانیده بود، کردن که چرا ما را آوردی. و کلن اگر از من شنیدید کلام خدا را، شنیدید که گفتم که همهمه و غر زدن جلوی اراده خدا را میگیره، جلوی دخالت خدا را میگیره که ما نتونیم شاهد معجزات او باشیم. پس خیلی مهمه که این موضوع رو که عیسی به اونها میگه برای خودمونم برداشت بکنیم که خیلی خیلی مهمه. عیسی میگه همهمه مکنید، به عبارت تحمل داشته باشید، باهاتون صحبت میکنم. من در آیه 44 میگه هیچ کس نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید. در کتب پیامبران آمده است، اشاره میکنه عیسی مسیح به اشعیا باب 54 آیه 13، آمده است که در واقع همه از خدا تعلیم خواهند یافت. اشعیا این مکاشفه رو، این نبوت رو داره به قوم اسرائیل میده، در کلام خدا وجود داره که همه داره از انبیا تعلیم میگیره، از خود اشعیا تعلیم میگیرن، اما زمانی میرسه که خود خدا تعلیم میده. طبیعتا تعلیم انبیا هم از طریق آنکه خدا به اونها میگفت بود، ولی عبارت این که خدا به میان ما میاد، خدا مثل ما میشه، خدا خودشو شخصا در واقع معرفی میکنه رو ما در کلام خدا مرتب میبینیم، مثلا در کتاب اشعیا. پس همه از خدا تعلیم خواهند یافت، پس هر که از خدا بشنود و از او تعلیم یابد نزد من میآید. و عیسی ادامه میده نه اینکه کسی پدر را دیده باشد، هرگز کسی پدر را ندیده و ما بارها در این تعالیم گفتیم، مگر آن کسی که از خداست، او پدر را دیده است. پس ادامه میده البته مطلب، اگه شد امروز با هم نگاه میکنیم، اگه نشد جلسه بعدی مطالب دیگر رو با هم پیگیری میکنیم. با به فیض خداوند که این حقایق کمک کنه به ما که بیشتر نجات دهنده و خداوند ما رو بشناسیم. پس همه مکنید یک بار دیگه عیسی تضمین میکنه و وعده میده که از طریق ایمان به اوست. او نمیگه من و یا کی از راههای خدا. آن تعلیم غلطی که در شرق هست، در خاورمیانه هست، در خیلی جا میبینیم که مردم میگن تو آدم خوبی باش، کارای خوب بکن، کافیه. ولی عیسی اینو نمیگه، داره تضمین میکنه که من راه هستم. در فصلهای بعدی هم با این موضوع روبرو میشیم، در آیات بعدی هم با این موضوع روبرو میشیم. عیسی میگوید من هستم که به یک انسان ایماندار، به یک کس که قلبش من سپرده، در واقع در روز رستاخیز او را و آنها را از مردگان زنده میکنم. این خیلی وعده بزرگی هستش. این موضوع باید باعث تسلی و تشویق ما بشه. بعضی از ما هستیم که عزیزانمون رو از دست دادیم در سن پایین، یا موقعی که انتظارش رو نداشتیم از بین ما رفتن و نگران هستیم و شاید عصبانی هستیم. چرا اتفاق افتاده؟ چرا برای من؟ چرا برای فرزند من؟ برای همسر من؟ حتی برای والدین من؟ ولی اینجا عیسی مسیح میگوید که یک روزی
من شما را از مردگان برخواهم خیزانید. او صاحب حیات، او هست که مردگان را داوری میکنه، اوست که به استقبال ایمانداران میاد وقتی که از این جسم خارج میشن. کلام خدا اینا رو توضیح بده ما. ولی مسیح الف و یا هست، اول و آخر است، قوه اجرایی تأسیس مقدس هستش، چنانکه پولس رسول نیز بر آن در تعالیم خود تاکید داره که میتونید در واقع در اول قرنتیان با 15 ببینید و اینجا الان با هم دیگه رومیان به 8 آیه 10 و 11 رو نگاه بکنیم که میفرماید پولس رسول: اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، اگر شما واقعا مسیح ایمان آوردید، داره به کلیسا میگه، به من و شما میگه، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، مشکل پیش بیاد، بیماری به وجود بیاد، تصادفی صورت بگیره که بدن ما در واقع از بین بره، به عبارتی از جان بدیم، از این جسم خارج بشیم، شاید بعضی از عزیزان در جوانیشون با بدنشون طوری رفتار کردن با اینکه ایمان آوردن مسیح، ولی متاسفانه ضعفای در بدنشون هستش. پولس میگوید در رومیان باب 8 آیه 10: روح خدا به شما حیات میبخشد. این موضوع میتونه روی زمین باشه، این موضوع میتونه در آسمان باشه. خداوند میگوید که به شما حیات میبخشد چون شما کاملا نیک محسوب شده. علتش اینه که خدا این کارو کرده، خدا این تصمیم رو گرفته، مسیح برای ما روی صلیب مرد تا اینکه ما حیات رو در بیاریم، و چون به موی ما میاریم کاملا نیک شمرده میشه. شما میگه من نمیتونم نیک شمرده بشم، من آدم درستی نیستم، من اشتباهات زیادی کردم و میکنم. به خاطر شما نیست، به خاطر آنچه که مسیح کرده است باشد. اگر روح خدا که مسیح را پس از مردگان پس از مرگ زنده گردانید، پس ما میفهمیم از این کلمات که آیه که این روح قدس بود که مسیح را روز سوم از قبر زنده کرد، چون مسیح 100% مرد، 100% روی صلیب جان داد، و اینو در اناجیل میبینیم که ثبت شده او کاملا مرد، چون یک تعلیم غلطی، یک شایعی وجود داشت همون موقعی که واقعا مسیح نمرده بودش. برای همین شاگردان جسد او رو دزدیدن و چند روز بعد اومدن گفتن زنده شده. نه، حقیقتا مسیح مرد، ولی میگوید که روح قدس بود که مسیح رو از مردگان برخیزانی زنده کرد. همان روح قدس در وجود شماست. به به، چه خبر خوبی. وقتی ما مسیح ما میاره، روح قدس در درون ما در واقع تبدیل تازه رو به وجود میاره، او ساکن میشه. مسیح بیرون از بدن ما، خارج از ما، با ما در مشارکته، ولی روح قدس حالا در ما ساکن میشه. از این جهت مهم بود که وقتی که عیسی گفت من میرم آسمان و روح قدس رو میفرستم که در ما ساکن بشه، در ما قرار بگیره، همونطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح قدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. جسم فانیه، از بین میره، مریض میشه، اتفاق میفته که از جانمون از دست میدیم، ولی روح قدسی که در ماست یک روز به ما جان تازه میبخشه. و در اول قرنتیان با 15 ما میخوانیم که کلام خدا میفهمد که بدنهای ما تبدیل میشه، ما بدنی جدید خواهیم داشت بدون گناه، بدون ضعف، بدون درد، بدنی که وعده خداست که او به ما میده. پس این خبر خوبه، نه؟ ما نباید از مرگ بترسیم، ما باید به خدا اعتماد کنیم، ما نباید نگران باشیم که بعد از مرگ چی میشه، چون خداوند در کلامش پیشاپیش گفته کسانی که مشتاق دیدن حضور و عمل خدا هستند، گناهکارانی که حاضر هستند تا به دعوت خدا لب بگیرن، آنان کسانی هستند که پدر ایشان را میخواند. من مسیحیت رو دوست دارم چون خداوند هرگز به زور کار رو انجام نمیده، به ما اجازه میده تصمیم بگیریم و آنچه که ما تصمیم میگیریم برامون اتفاق میفته. او میخواد ما نجات پیدا بکنه، او آمد تا ما نجات پیدا بکنه، او روح قدس رو میفرسته که ما رو به گناه ملزم کنه که نجات پیدا کنه. واعظین، شبانان، تمام امکانات خدا به وجود میاره که انسان ها نجات پیدا کنن، ولی تصمیم با من و شماست. اگه در قلبتو باز کنی، اگه او رو صدا بکنی، اگر به زبان او، به زبان خود او را اقرار کنی، اگر از گناهان توبه کنی، کلام خدا میگه امروز روز نجات این کار را انجام بده تا نجات پیدا بکنی. پس ما میخونیم که روح خدا میاد در ما ساکن میشه، ما را ملزم میکنه تا اینکه به او لبیک بگیم. گناهکاران که حاضرن به خداوند لبیک بگن،
آنانی که هستند که پدر ایشان را میخواند، ایشان مجذوب خواهند شد، ایشان جذب خدا خواهند شد. طبیعتا خدا میدونه که برای ما چه اتفاقی میفته، خدا میدونه که ما فروتن میشیم یا نمیشیم، خدا میدونه که آینده‌ای که ما روز بهش نرسیدیم چه شکلیه، چون اونجا هست خداوند. ولی در واقع برای همین خداوند میخوانیم که در کلامش اشاره میکنه که چگونه افراد مثل فرعون در واقع مورد نظر خدا نبودن. این معنی است که خدا از انسان‌های این گونه بدش میاد؟ نه، او میدونه که اونا چه خواهم کرد، چه اتفاقی میفته. پس باشه که ما جزء اون گروهی باشیم که فروتن هستیم، برای فروتنی میمونیم، او رو انتخاب میکنیم، با او زندگی میکنیم و در اون میمانیم. عیسی به این کتاب اشاره میکنم تو گفتم اشعیا 54:13 میگوید که من خودم مردم تو را تعلیم میدم، خدا به اشعیا میگه، و با آنها صلح و سعادت خواهم بخشید. پس از جانب خدا تکلیف مشخصه، از جانب خدا، خدا قبلا گفته چه اتفاقی میفته، ولی این مایم که میتونیم تصمیم بگیریم. خدا این کارو با زور نمیکنه، خوب دقت کنیم، خدا هرگز به زور کاری انجام نمیده. خدا ما خیلی خدای جنتلیه، خیلی افتاده دل مسیح میگرد. نه، پس این ما هستیم که آنچه را که خدا میگه و یا میخواد انجام بده میپذیریم یا ردش میکنیم. افراد مثل یهودا رد کردن، افرادی مثل پتروس توبه کردن و پذیرفتن. افرادی بودن که در میان مردم وقتی مسیح موعظه میکرد دلشون دلریش میشد، به او ایمان میآوردن، از او خواهش میکردن وارد قلب و زندگیشون بشه، مثل لاوی، مثل شاگردان مسیح. پس این اراده خداست. اما در ارمیا باب 31 آیه 34 میخوانیم که دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم بدن. اشاره به معلمینه کتاب مقدس میکنه، یا به دیگر بگویم خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ و تا کوچک مرا خواهند شناخت، در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود. پس ببینید، محدودیت نمیذاره خدا در قبال تمام گناهانی که کردن، خطایی که کردن، من بخشنده هستم. پس گناهی نیست که اگر ما توبه کنیم خدا نتونه ببخشه، که خدا نیامرزه. کافیست که ما اقرار کنیم گناهکاریم. شما میگید من آدم کشتم، شما میگید من زنا کردم، شما میگید که گناهانی کردم که خیلی وقیه، خداوند میگه من میبخشم، خداوند میگه من فراموش میکنم توسط کار مسیح. و این عدالت خداست، این پارسایی خداست، این شفقت و ترحم خداست که بارها در چهار انجیل میخوانیم که مسیح از آن برخوردار بود و آن را اعلام میکرد. شاگردان دیدن، مردم دیدن که عیسی دلش بر اونها سوختش. او مثل یک شبانی هست که به سراغ ما میاد وقتی دردمندیم، مثل چوپانی هست که به فکر گله خودش هستش و خدا میخواد که ما حیات بیاییم. و ارمیا ادامه میده، در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم و دیگر گناهان آنها را هرگز به یاد نخواهم آورد. پس دوست من که به مسیح ایمان آوردی، هنوز بعد از مدت ها احساس میکنی خیلی در واقع شخصیت خوبی نداری، گناهان کردی، خداوند تو رو بخشیده. نذار هیچ فکری، هیچ احساساتی، هیچ نیروی شریری شما رو محکوم کنه. نذار، چون خدا بخشیده، شما هم باید خودتو ببخشی، شما هم باید دیگران رو ببخشی که اگر به شما خطا کردن برای به مسیح ایمان آوردن توبه کردن، چون خدا میبخشه. اینو من بردخارهای مسیحی و همکش خودم میگم که در طی در واقع زندگی زمینیمون، ارتباط روحانیمون در کلیسا، گاهن با دیگران مشکل داریم. اگر خدا دیگران رو ببخشه، ما هم باید اونا رو ببخشیم. اگر خدا منو بخشیده، منم باید خودم رو ببخشم. پس دقت کنیم، ما گناهامون بخشیده میشه و خدا هرگز بیاد نمیاره. به عبارتی مثل اونه که اگه بگی خداوند من اینجوری هم، خدا میگه چی میگی؟ من بیادم نمیادش، من بیاد نمیارم. خدا مشتاقانه در پی طریقی است که خود را به ما انسانها بشناسند. او اکتفا نکرد به آنچه که انبیا بودن، او اکتفا نمیکنه به آنچه که مسیح بر روی صلیب کرده فقط، با اینکه اون کار قایی خدا است، اون نهایت پارسایی و محبت خدا به ما هستش، بلکه خدا میخواد که از طریق
کلام خودش از طریق اغنوم تسیس یعنی پدر پسر روح قدس میبینیم که این تدارک لازم رو دیده تا اینکه ما اراده او رو درک کنیم، ما رو لمس کنیم. مسیح در انجیل یوحنا باب 14 15 16 میگه که روح قدس میاد و شما رو دنیا رو به گناه ملزم میکنه. اکتفا نمیکنه به اینکه من فقط برای گناهانتون مردم، بلکه اعلام میکنه که روح قدس شخص سوم تسیس نیست، در کاره. او این کارو میکنه، او از بدو تولد ما این کارو میکنه تا زمانی که ما در قلبمون رو برای خداوند باز کنیم. انسان تنها با شناخت خداست که آرامی خواهد یافت و در زندگی خود کامیاب خواهد شد. از طریق چیه؟ از طریق شناخت خداست. پس اگر من خودم رو دوست دارم، شما خودتون دوست دارید، دعایی که باید بکنید که خداوند بذار تو رو بشناسم. این دعایی که پولس میکنه در افسوسیان، در رسالات دیگه، خداوند کمک کن چشمان مردم باز بشه تا تو رو بشناسن. پس خدا میخواد ما رو بشناسیم. ما در این آیه میبینیم که عیسی رسما اعلان میکنه که او با خدا برابره و تعلیم او تعلیم خداست. یادمون نره کسایی که مغرض هستن، کسی که نمیخوان ایمان بیارن، گاهن اتهام وارد میکنن این چیزو انسانها دارن میگن. مسیحیان عیسی را خدا اعلام کردن، کشیشا این دروغو دارن به دنیا میگن. نه، اینجا داره همین آیات میگوید که من و پدر یکی هستیم، من با خدا یکیم. هر کی از خدا بشنوه و از او تعلیم یابد نزد من میاد. شما اگه خدا رو قبول دارید، منم قبول دارید. شما اگر میخواید اراده خدا رو انجام بدید و رو خوشنود کنید، منم میپذیرید. به صراحت داره عیسی مسیح میگه و انجیل یوحنا پر از این ادعاهای عیسی است. ما میرسیم بهش و نگاه میکنیم. نه که کسی پسر پدر رو دیده باشه، نه، نیدن ربایان یهودی، نیدن فریسیان، نیدن انبیا، نیدن حتی موسی، فقط حاله یک سایه از خدا دید. خدا بگو اگه ببینی میمیری منو. و میبینیم که این عیسی است که پدر رو بر ما آشکار میکنه، مگر آن کس که از خداست او پدر رو دیده. ببینید، او از خود خداست، او پدر رو دیده. ما باید تثلیث مقدس رو بدونیم که اگر شما دوستان هنوز با موضوع تثلیث سوالاتی دارید، تشویقتون میکنم با من تماس بگیرید. در همین یوتیوب ما 6 درس رو قرار دادیم و دوستان ارشد من، خادمین ارشد که به زبان فارسی انجیل موعظه میکنن و تعلیم میدن، راجع به تثلیث خیلی صحبت کردن. ولی تثلیث رو یاد بگیریم، چون اساس زندگی روحانی ما تثلیث هستش. اگر میخوایم محبت خدا رو بشناسیم، اگر میخوایم نجات خدا رو درک کنیم، تثلیث، شناخت تثلیث ما کمک میکنه. پس عیسی میگوید کسی تشنه شنیدن خدا باشه، صدای او رو از طریق عیسی تشخیص میده. این تنها مسیح است که پدر آسمانی خدا را دیده است. نه موسی، نه هیچ پیامبر دیگه ای خدا را نتونستن ببینن. این عیسی است که از آغوش پدر به دنیای ما آمد تا خدا را به ما بشناسند. ما قلب خدا را، احساس خدا را، دید خدا را، آنچه که خدا میخواد ما بشناسیم، یعنی خ دال الف، پدر آسمانی رو تنها در مسیح میتونیم بیابیم، تنها در مسیح میتونیم درک کنیم. چون عیسی است که بوی پدر رو میده، چون عیسی است که دل پرترحم الهی را در تعالیمش، در خدماتش بر ما آشکار میکنه. چاره جلو بخونید، متوجه میشیم قلب خدا رو. شخصیت عیسی مسیح در عهد جدید رو با شخصیت خدا در عهد عتیق رو مقایسه کنید، به این نتیجه میرسیم که او نهایت شفقت، محبت و درک شناخت از خدا هستش. این تعلیم عیسی است که به انسان حیات میده، آرامش میده، اطمینان میده. این تعلیم عیسی است. من ما را تشویق میکنم از کلام خدا فاصله نگیریم، از تعالیم مسیح فاصله نگیریم، اتفاقا بیشتر بچسبیم. آنچه که در قلب خودمون، در افکار خودمون وارد میکنیم، تعالیم مسیح باشه. این تعلیم عیسی است که راه‌های خدا را بر ما آشکار میکنه. ما از طریق تعالیم عیسی ما درک میکنیم که راه خدا چگونه هست و خدا چگونه میخواد که ما طریق او را بریم. هللویا. من افتخار میکنم مسیح هستم، من افتخار میکنم پیرو مسیح هستم، چون مسیح همه چیز زندگی من هستش. با
باشه که ما به جایی برسیم که او سرلوحه زندگی ما باشه، او در رأس همه چی باشه و او کسی باشه که ما بو اقتدا میکنیم، از او انتظار داریم، نه انسانها. انسانها رو باید دوست داشت، انسانها رو باید خدمت کرد، انسانها رو باید محبت کرد، ولی نگاه ما به خداونده. چرا که صحنه مزمور میفرماید که نگاه من به سوی توست، چون اعانت من از جانب تو میاد، چون اعانت من، دادرسی من از جانب تو میاد. خدا میخواد ما رو بشناسیم و باشه که واقعا اتفاق بیفته، این تجربه زیبا رو بگیم. من دارم فکر میکنم که چقدر خوب میشه که اگر شما که دارید این درس ها رو گوش میکنید و پی بردید که عیسی مسیح کی هست، حقیقتا با ما تماس بگیرید، حتی بنویسید یا صوتی ضبط کنید بفرستید تا ما در اختیار بسیاری بگذاریم که اونها هم ببینن که حقیقتا عیسی تنها راه رسیدن به خدا است. اون یک آپشن نیست، او تنها راه هستش، او تنها پلی است که ما میتونیم ازش رد بشیم، به خدا نزدیک بشیم، به پدر نزدیک بشیم. خداوند کلامشو برکت بده. من میرم برمیگردم، درس بعدی رو با هم دیگه بررسی میکنیم، ادامه این مطلب رو به فیض خداوند وقت بیشتر میذاریم و به فیض مسیح میبینیم که چرا باید این بدن رو خورد، چجوری باید، چرا باید این خون رو پذیرفت. دارم روحانی صحبت میکنم، یادمون نره، چون او نان حیات هستش. خداوند کلامش رو برکت بده، حضور خدا با شما باشه تا درس بعدی که برمیگردم در خدمتتون خواهم بود. خدا برکت بده.